یکی از نقاشان تأثیرگذار تاریخ معاصر نقاشی ایران هانیبال الخاص است. هانیبال الخاص در سال 1309 هجری شمسی در خانواده آشوری و اهل ادب در کرمانشاه متولد شد. بعدها به تهران آمد و نقاشی را به صورت حرفه‌ای نزد جعفر پتگر پی گرفت. الخاص 21 سال داشت که رهسپار ایالات متحده شد. او در سال 1338 تحصیلات خود را در انستیتو هنر شیکاگو در رشته تصویرسازی با مدرک فوق لیسانس به پایان رسانید. مهمترین عنصری که در آثار هانیبال الخاص حضور دائمی دارد انسان است. او همانطور که از جوانی اشتیاق زیادی به درس آناتومی داشت، در آثارش نیز فیگور و پیکره‌های انسانی را با تبحر خاصی به کار می‌گیرد. الخاص با تأکید بر حضور انسان به وسیله فیگورهای مختلف و قرار دادن آنها در کنار عناصر دیگری مانند حیوانات و طبیعت در نگاه بیننده جهان غریبی را می‌آفریند. در آثار او علاوه بر سمبولگرایی یا به بیان دیگر استفاده از کهن الگوها، ابزار بیانگرایانه یا اکسپرسیونیستی هنرمند در کنار حال و هوایی برآمده از ذهنیتی سورئالیستی همنشین شدند. در واقع الخاص را باید ترکیبی از این دو رویکرد اساسی هنر قرن بیستم بدانیم، سورئالیسم و اکسپرسیونیسم. بسیاری شیوه هانیبال الخاص را برگرفته از فضاسازی الگرکو نقاش یونانی قرن 16 میلادی و مارک شاگال نقاش فرانسوی قرن 20 می‌دانند. در کنار اینها الخاص روایتگری هنر ایران و تمثیل‌های برآمده از تاریخ را با چیره دستی در آثارش به کار گرفته است. یکی از ویژگی‌های آثار هانیبال الخاص رنگ‌های درخشان آثار اوست. رنگ‌هایی که به واسطه حال و هوای اکسپرسیونیستی نقاش بر اساس کنتراست پیریزی شدند و اغلب نیز بر اساس کنتراست سرنگ اصلی که از بالاترین حد خلوص تباین رنگی برخوردارند. این تأکیدهای آمدانه در نگاه بیننده به چند پاره دیدن واقعیت و تفکیک بیرحمانه آن به رئالیسم و انتزاع و در عین حال سنجش این دو در کنار هم ختم می شود. فرایندی که درون مایه و عمق ذهنیت شورشی هانیبال الخاص را نمایان می کند. آثار هانیبال الخاص امروز در موزه هنرهای زیبا و گالری هنر مدرن تهران و موزه هلنا در تل‌آویو نگهداری می شود. از دیگر هنرمندان تأثیرگذار نقاشی معاصر ایران باید از بهمن محسس نام برد. بهمن محسس در سال 1310 هجری شمسی در شهر رشت متولد شد. 14 ساله بود که شروع به کسب تجربه در نقاشی کرد. در اولین سالهای دهه 30 شمسی با توجه به گرایشات خاص سیاسیش جذب انجمن خروسجنگی شد. او بعدها نیز همواره مانند هنرمندان جریان خروسجنگی بیعملی جامعه روشنفکری را با زبانی تند به انتقاد می‌گرفت. آثار محسس تصاویر خشن و فاقد طراوت هنرهای تزئینی هستند که در ترکیب بندی های ساده با رنگ های سرد در پس زمینه های انتزاعی و ناکجا آبادی کار شدند. با نگاه به آثار بهمن محسس بیننده گویی شاهد واقعیتی است که در تمام اشکالش سنگی شده است. پیکره‌ها، صورت‌ها و حتی ماهی‌های صلب و سخت که گویی همه از سنگ ساخته شدند. این رویکرد شاید افسوسی رمانتیک باشد در ذهن هنرمند از عدم تغییر و نوزایی جهان. محسس در آثار طبیعت بیجان از طیف رنگ‌های آبی، کبود و سبز استفاده کرده است. او با استفاده از این تونالیته فضای درونگرا و مملو از سکوت به وجود آورده است. ماهی که نماد حیات و زایندگی و گریز است، در این فضاسازی تأثیر و معنای معکوس را به بیننده القا می کند. گویی از نگاه نقاش این رکود و بی سرنوشتی به طبیعت بی جان پیرامون انسان امروز نیز سرایت کرده است. مجموعه از آثار محسس نقاشی هایی هستند که در آن موجوداتی با شمایل غریب با صورت هایی بدون بینی و اغلب بدون دهان و گوش ترسیم شدند.
آنها به نظر انسانهایی مات و مبهوت هستند که در ترکیب بندی خلوت آثار محسس در میان قاب قرار گرفتند تا کاملاً به عنوان موضوعی گنگ مورد توجه باشند. این تصویر به روشنی نقدی بر بی‌هویتی و بی‌عملی انسان معاصر است. آثار بهمن محسس تلاشی است برای به تصویر کشیدن زوایای مختلف موجودی بی اراده که خود محسس نام انسان نیست شده امروز را به آن اطلاق می کرد. با نگاه به مجموعه آثار محسس بیننده احساس می کند که گویی شخصیت‌های تمامی تابلوهای محسس یک نفر هستند. البته خود محسس نیز آگاهانه شخصیتی با نام فیفی را در مجموعه از کارهایش پروراند. این پیوستگی و شباهت موضوعات به یکدیگر باعث می شود تا کلیت آثار محسس سلسله ای از مفاهیم و موقعیت ها را در مقابل مخاطب قرار دهد که گویی هر یک تکمیل کننده دیگری است. یکی از آثار شاخص محسس تابلویی است به نام فیفی از خوشحالی زوزه می کشد. با نگاه به شخصیت فیفی، بیننده با صورتی مشغول الهویه روبرو می شود. موجودی که گردنی دراز و باریک دارد. این گردن دراز و باریک که کنایه ای است از عدم توازن و ثبات به بدنی بدون استخوان که بیشتر توده ای را می ماند متصل شده است. در آخر این مجموعه نامتوازن نامی غریب هم بر خود دارد که به بیننده یادآور می شود با موجودی بدون ماهیت انسانی روبروست، فیفی. شاید بتوان ویژگی منحصر به فرد آثار محسس را در حرکت هنرمند بر خلاف تمامی اسلاف و هم اسران خود دانست. رویکردی انتقادی و سلبی که باعث شد تا هیچ رد و تأثیری از سنت‌های هنر ایرانی بر آثار محسس باقی نماند. این برآمده از موضعی است که نقاش در مقابل نقد رایج روشنفکری آن زمان یعنی هویت بومی و غرب زدگی داشت. بی تفاوتی محسس به برچسب‌های ملیت و همینطور جهان وطنی باعث شده تا آثارش دارای عمقی انسانی و اگزیستانسیالیستی باشند. این نگاه به محسس توانایی داده تا مسئله بی‌هویتی انسان را فراتر و عمیق‌تر از لایه‌های ملیت و مناسبات رایج ببیند و به آن معنایی ازلی و ابدی ببخشد. برخی از آثار بهمن محسس امروز در موزه بریتانیا نگهداری می شوند.